صبح بخیر، سلام خدمت عزیزایی که از طریق یوتیوب بیننده هستند، بیننده تلویزیون و پایکان. و در این لحظات از برنامه مهمان بسیار عزیز داریم، جلال‌الدین ادیب‌پور، مسئول ارتباطات میثاق شهروندی. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید ادیب‌پور عزیز. سلام علیکم، درود بر شما و بیننده های عزیز تلویزیون شما، صبح همه شما بخیر. سلامت زنده باشی ادیب‌پور. میشه در مورد برنامه های میثاق شهروندی اگر بگید؟ خب برنامه ملی میثاق شهروندی همونطوری که از نامش پیداست یک برنامه ملی هست و میثاق است میان مردم و دولت برای ایجاد یک تغییر مثبت در سیمای شهرها و محلات. میثاق است برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق حقیقیشان و همچنان این برنامه در راستای تامین حکومتداری محلی و تمثیل دموکراسی در سطح محلات فعالیت میکنه. مشارکت ملی، همشمولی، حسابدهی و همچنان اصل نظارت و بازرسی و بازگشت اقتدار سیاسی به مردم، اینا جزء مؤلفه‌ای از نظام جمهوریت هستند که دولت اسلامی، جمهوری اسلامی افغانستان در از آدرس برنامه ملی میثاق شهروندی همی ارزش ها را در واقع در سطح کشور تمثیل کرده، در سطح کشور تامین کرده با مظارت. و یکی از اهداف بزرگ برنامه ملی میثاق شهروندی در پهلوی این که ما در قسمت ایجاد یک تغییر بنیادی در سطح محلات و شهرها هستیم و می خواهیم که سیمای محلات تغییر پیدا بکنه، این است که برای مردم آگاهی دهی صورت بگیره تا مردم از حقوقشان، از امتیازات شهروندیشان آگاهی پیدا بکنند، در جلسات با رؤسا و با ادارات سکتوری زیر رو در رو بشینند، پاسخ ها، پرسش ها، مشکلات، چالش ها و نیازهای خودشان را با اونها در میان بگذارند. این یکی از اولویت های برنامه ملی میثاق شهروندی است که در این راستا ما فعالیت داشتیم و طی جلسات متعدد در این مورد ما پرداختیم. بسیار خوب. کدام در سطح کل افغانستان برنامه تان عملی میشه، ملی میثاق شهروندی یا به استثناء یگان ولایت؟ بله، برنامه ملی میثاق شهروندی در دو بخش فعالیت میکنه، یکی بخش شهری است و یکی بخش روستایی است. در بخش شهری ما 4 شهر بزرگ را فعلا تحت پوشش قرار دادیم که شهر جلال آباد است، مزار شریف است، قندهار است و هرات است. ولی در بخش روستایی ما تمام افغانستان، تمام ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار دادیم که بخش شهری ازی توسط معینت چاروالی های افغانستان اداره مستقل گانای محلی مدیریت میشه و بخش روستایی ازی برنامه ملی میثاق شهروندی توسط وزارت محترم انکشاف دهات مدیریت میشه. بسیار خوب، در روستاها کدام برنامه رو شما تطبیق میکنید؟ در روستاها هم پروژه های انکشافی هستند که به اساس اصول رهنمودی برنامه ملی میثاق شهروندی نیازمندی ها و نیازمندی هایی که در سطح محلات هست توسط خود اهالی محل اولویت بندی میشه و او پروژه ها تطبیق میشن. نیازمندی های ولسوالی ها چی هست آقای ادیب؟ خب چون ما به نمایندگی از بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی آمدیم، اتفاقا میخوایم یک مورد را بگویم. هر تال رسی میمون از آدرس میثاق شهروندی داشتیم، هیچ کدامش پاسخگو در رابطه با ولسوالی ها نبودن. بله. شما چون مسئول ارتباطاتش هستین، فکر کردم که آگاهی دارین و بدون شک میفهمین. بله. حالا اگر یکم وضاحت اگر بتین که ولسوالی ها چی نیازمندی ها دارد، حالا چقدر نیازمندی هایشان شما معرفو ساختین؟ خب اگر شما یکم معلومات خود دارین. خوش میکنم. اگرچه برنامه ملی میثاق شهروندی بخش شهری و روستاییش در دو اداره جداگانه فعالیت میکنه، ولی از آنجایی که همه ما و شما در همین سرزمین زندگی میکنیم و بالاخره مطالعات داریم از مردم و نیازهایی که ما داریم، در سطح محلات هم اکثرا به ایجاد کلینیک ها، کلینیک های صحی، مکاتب، شبکه های آبی آشامیدنی صحی، کانکریت ریزی سرک ها و اعمار مساجد، اعمار بند ها، اینها جزء پروژه هایی هستند که توسط خود مردم تا الحال انتخاب شدن و این پروژه ها تطبیق شدن. بسیار خوب، بسیار عالی. برنامه های آینده ملی میثاق شهروندی در افغانستان خصوصا در روستاها چی است؟ برنامه ملی میثاق شهروندی در بخش روستاها هم
اگرچه قبلا هم گفتم که به نمایندگی از بخش روستاها نیستم چون اونا خودشان میشه در حوزه در شهری بگوین در شهری برنامه‌ریزیشون چی است؟ برنامه ملی میثاق شهروندی اهداف دراز مدت و پایدار داره، به این معنا که ما به این باور هستیم که برنامه ملی میثاق شهروندی باید در خانه خانی این ملت برسه و ارائه خدمت بکنه. و یک چیز را باید فراموش نشه که عرضه حداقل خدمات معیاری که برنامه ملی میثاق شهروندی برای شهروندان تامین میکنه هدف نهایی این برنامه نیست. هدف نهایی این برنامه ایجاد وحدت، همدیگر پذیری، رشد و ارتقای سطح علمی و آگاهی مردم نسبت به امورات و امورات انکشافی سطح محلشان است. ما ببینید، ما وقتی که ایجاد شورا را ایجاد میکنیم، وقتی که خود یک شورا ایجاد میشه، این شورا یک رئیس داره، معاون داره، اعضا داره. این شورا تا یک پروسه شفاف رایدهی رئیس خودشان را انتخاب میکنن. در واقع اینا دموکراسی را در سطح محلشان تمثیل میکنن. این آموزه هایی است که برنامه ملی میثاق شهروندی میخواهد که اینها را به محلات ترویج بده و برای محلات به نحو این امر مهم تزریق شود که شما حق انتخاب سرنوشت انکشافی و سیاسی خودتان را خودتان به عهده دارین. درست درست. برنامه برای کودک ها و کودکستان دارین شما؟ بله، در قسمت یک قسمت از پروژه های ما پروژه های معیشتی برای خانم ها هست. همونطوری که قبلا گفتم پروژه های ما اکثرا چه که تمام این پروژه های ما به اساس اولویت بندی نیازهای خود اهالی محل روی دست گرفته میشه. در این قسمت ما پروژه هایی داشتیم که خود خانم ها که واقعا جا دارد که از عنوان قهرمان اهالی تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی اظهار سپاس و قدردانی کنیم که واقعا در خیلی از جاها وقتی احساس میکنن که نیاز است، از امو حق خود میگذرن و میگذرن که همین حقشان را به قسمی که شما گفتین به کودکان و نوجوانان میخواهد که همین حق خود را به امو نسل آینده که آینده سازی کشور هستن به اونا حوال بکنن. ما در این اواخر پروژه هایی داشتیم که تعمیر ایجاد کودکستان ها بودن. مثلا همین دیروز ما یک پروژه را به بهره برداری سپردیم که تعمیر یک کودکستان بود که در یک طبقه بود. بله. در گذر سبز واقع در ناحیه نهم. بله. این کودکستان شامل دو باب اتاق اداری هست، یک سالون خوابگاه هست، دو تشنا و یک دهلیز به مساحت 142 متر مربع و به هزینه 1,340,000 افغانی کارش تکمیل شد. در پهلوی از این پروژه 4 ماه را در بر گرفت. در 4 ماه ما توانستیم که در حدود بیش از 700 روز کاری را برای مردم غریب و فقیر امو اهالی امو محل زمینه کاری را مساعد بسازیم. چه تعداد کودکان گنجایش داره در این کودکستان که شما دارید؟ در کودکستانی که ما دیروز کارش را تکمیل کردیم و به بهره برداری سپردیم، در داخل مکتب لیسه یحیای عمری هست. بله. و اکثرا اساتید محترمی که از طبقه اوناس هستند، اونا کودکانشان را اوجه میگذارن تا پرورش پیدا بکنن و در حدود بیش از 60 نفر 60 کودک را گنجایش داره. بسیار عالی، بسیار زیاد خوب، موفق و معید باشین همیشه. از اینکه در برنامه تشریف آوردین بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. زنده باشین.